همکارم مرجان سادات از کابل با ما همراه میشه تا بیشتر در این رابطه صحبت کنیم. مرجان، بگو که راکت‌ها به کجا اصابت کردن، چه اتفاقاتی افتاده و تازه های این خبر رو از تو میشنویم. همزمان با مراسم نمازگزاری در ارگ ریاست جمهوری، ادای نماز عید قربان، سه راکت در اطراف ریاست جمهوری کابل اصابت کرد. در تماسی که ما با سخنگوی وزارت داخله افغانستان داشته، مونا گفتند که این راکت ها از ناحیه چهارم شهر کابل به طرف ریاست جمهوری پرتاب شده و یک راکت به ناحیه اول شهر کابل به طرف گلبار سنتر اصابت کرده. سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگن که این حادثه خسارات جانی در پی نداشت، اما خسارات اندک مالی به همراه داشت. در این مراسم رئیس جمهور غنی و شماری از چهره‌های سیاسی افغانستان شرکت کرده بودند و آقای غنی پس از ادای نماز گفت که پیام طالبان پیام مرگ است و پیام دولت افغانستان پیام زندگی. آقای غنی همچنان افزود که طالبان با پرتاب چند راکت فکر کردند که ما محل نماز گذاری را ترک میکنیم، که این کار نشد. و همچنان او با انتقاد از طالبان میگن که با شدت بخشیدن جنگ و افزایش جنگ نشان میدن که هیچ اراده جدی برای صلح ندارن و حتی آزادی 5000 زندانی هم نتوانست طالبان را قانع بسازه که به مذاکرات جدی صلح حاضر شون و بیان مذاکره بکنن. همچنان در توییت که ذبیح الله مجاهد 12 ساعت قبل داشت، گفتن که در روزهای پیشرو یا در روزهای عید شمار از زندانیان حکومت افغانستان که به نزد طالبان هستند رها خواهند شد. مرجان سادات در کابل، ممنونم از تو.